خب یک چند تا لطیفه هم هست. مصاحبه ویژه با امام حسین به مناسبت عاشورا، پیداست که بچه های باهوش با عقل استدلالی و دانش تاریخ چیزهای خوب میسازن. لطیفه های معنیدار من میخونم. مجری با حضرت امام حسین علیه السلام: انگیزه شما از قیام عاشورا چه بود امام حسین؟ راه اندازی کسب و کار برای آخوندهای شیعه. مجری: آیا علی اصغر روز عاشورا واقعا آب نخورد؟ امام حسین: نه، چون بچه شیرخواره آب نمیخورد آقا، فقط شیر مادرش را میخورد. مجری: وقتی ابوالفضل مشک آب را پر کرد که بیاورد، خواست آب بخورد، اما با خود اندیشید که اکنون فرزندان حسین تشنه هستند و آب نخورند. نه، آب نخورد. ابوالفضل که کشته شد و باز نگشت، چه کسی فکر او را خوانده است؟ امام حسین: وقتی میخواستم او را به شهادت برسانند، به قاتل خود گفته است که برای آخوندهای شیعه تعریف کند قضیه را، تا سر منبر بگویند به ملت برایش گریه کنند. مجری: شما عید قدیر امسال چیکار کردید؟ امام حسین: عید قدیر یعنی چه؟ مجری: روزی است که پیامبر اسلام پدر شما را به عنوان جانشین اول خود معرفی کرده است. امام حسین: اولین بار است این را میشنوم. بعد از پیامبر که ابوبکر بود، گیرم که شما راست بگویید. کسی به حرف پیغمبر گوش نداده، پس چه جشنی دارد؟ مجری: آخوندها میگویند روز عاشورا شما انقدر از لشکر یزید کشتید که تا رکاب اسبتان را خون گرفت. را درست است؟ امام حسین: عقل هم چیز خوبی است. لشکر اونا 8000 نفر بود، هر آدمی 5 لیتر خون دارد، که اگر همه اونها را کشته بودم، کل خونشان به اندازه 2 تانک 18000 لیتری میشود. مگر صد فرادا شکسته بودند تا رکاب اسبمان را تا اسم بالا بیاید؟ فکر کردم به خوندنش نیاز.